اسرائیل با پیچیده ترین و عجیب و غریب ترین مسائل امنیتی جغرافیایی روه، هیچ کاری نمیتونه بکنه خدا لعنت کنین حکام وابسته رو که چطور مردم مسلمان اینا درگیر کردن نگه داشتن وگرنه واقعا در حد همون سطل آب ریختنه چیز مزهکی اصلا امنیت کجا بود آقا اولین فاکتور نیروی انسانی نیروی انسانی جمعیت یهودی موجود در اسرائیل هم از نظر کمیت هم از نظر کیفیت از اساسی ترین فاکتورهای امنیت ملی اسرائیل برخلاف خیلی از کشورهای دنیا که نیازی به جمعیت ندارن و حتی برنامه های کنترل جمعیت رو هم دارن اجرا میکنن اسرائیل قویا و شدیدا به جمعیت نیاز داره اگر جمعیت نداشته باشه میمیره اسرائیل این یک تنفس مصنوعی است که باید جمعیت داخل فلسطین اشغالی زیاد بشه حالا یا با مهاجرت یا زاد و ولد و از این داستانا حتی یک جاهایی باید جمعیتشون چون نسبت به فلسطینی ها میبینن یا جمعیت اونا رو کم بکنه همیشه دقدقه جمعیت یکی از اصول رژیم سنیسته تا جایی که اصلا وزارت خونه مهاجرت و اینجور چیزا وجود میره وزارت خونه مهاجر مهاجر برداریم بیاریم تیه فلسطین پس دست گذاشتن رو گزاره های جمعیتی اسرائیل شک نکنه مثل یک حیوانی که با رو دومش بذاری برگرده بخواد گاز بگیره واکنش نشون میده اسرائیل اکثر جمعیت اسرائیل یهودی اسرائیل مهاجرن یعنی اونجا نبودن از اول ریشه ندارن از روسیه برداشتن بردن از ایران رفتن از عراق رفتن از شمال آفریقا اومدن یهودی اشکنازی بودن از اروپا بلند شد از اروپای شرقی اومدن از امریکا اومدن از کل دنیا جمع کردن از اتیوپی رفتن آدم برداشتن آوردن اینا رو جمع کردن اونا اینا هیچ شباهتی به هم ندارن بعضن بسیار بسیار متضاد و متناقضه فرهنگشون حتی نگاهشون به زندگی اینا رو جمع کردم به زور هزار پینو هزار وصله کنار هم دیگه نگه داشتن اما یک چیز بین اینا مشترکه قالب اینها با انگیزهای مادی اومدن فقط کافیه یه خورده اقتصاد اینا به خطر بیفته کارایی میکنن که به عقل جن نمیرس چمن یهودیایی که برای آرمانهای بلند بلندشن بیان برای یک آرمان آخر و زمانی که بخواد نه 80 90 درصد اینا سکولارن اصلا دین نداره اصلا همون آداب یهودی رو تو رعایت نمیکنن در صورت ناامنی حتی ناامنی اقتصادی نه ناامنی نظامی و امنیت مثلا جانی در صورت ناامنی اقتصادی برمیگرد و مهاجرت معکوس یکی از بزرگترین ضرباتی است که شما میتونید به اسرائیل بزنید یک کاری کنید مردم یهودی به جنگ که بیان داخل اسرائیل از اسرائیل چیکار کنن فرار کنن برگردن چه میدید که هر بار یه نیمچه جنگی در اسرائیل شکل میگیره اینا سریع فرار میکنن میرن هر واقعی موجب مهاجرت معکوس در اسرائیل بشه امنیت رژیم سایونیستی رو خطر میخواد شارون تو دیدار با نماینده های یهود اینن میگه شارون ملعون درگ واسه شد گفت ما قصد داریم تا سال 2020 تمام یهودیان جهان رو به اسرائیل بیاوریم کار به جای ریز رفتن تو اتیوپی یهودی سیاپوسی ای رو پیدا کردن اونا هم خو... گفتن ای برای بدبختی گشتگی فرار کنیم بریم اسرائیل گفتن شما چه رفتی به یهود داری گفتن ما ختنه ایم اینم رابطه ما با یهودی‌ها برداشتن آوردن بعد گفته خب یه رابطه گفتن ما هم از نوادگان بلقیسیم رو سلیمان و بلقیس بود و ماجراهاشون خب بعد دیگه حضرت سلیمان اومده پیش بلقیس زاده ولد اینا صورت گرفته ما از نسل همون بلقیسیم مادرم بالاخره نقش داشته آره دیگه اون زن سلیمان بوده ما هم یهودیم آقا الان برنامه‌ش اینا رو برداشتن بردن اونجا حالا اینا سیاپوسن یهودی جماعت هم نجات پرست دعواشون شده با هم دیگه همین یهودی فلاشا میگن اینا گور رو گردن خودکشی میکنن میگن جام خریتی کردیم هزار رحمت به اتیوپی به خدا بری بیان تو فیسبوک چی ها می نویسن بدبخت ها هیچ مواهبی اینا رو گذاشتن تو لایه دفاعی فلسطینیا تو لب مرز فلسطینیا که ایروز فلسطینی که اولی سیاه پوست رو بکشن. رفتن تو هند یه قبیله پیدا کردن 800 نفر جمعیت به اینا یهودی هم میخوان وردنی ببریم 800 نفر هم کردن به چه روزگاری افتادن به چه بدبختی افتادن ویژگیشون چه اینا خطنه اسرائیل خاخاماشون به جای رسام میگن هر زنی 8 تا بزاد به میره بهشت اومدن فتوا دادن یه کار به کجا رسیده